هر چی که با هم دیگه تا اینجا صحبت کردیم بیشتر در رابطه با تاثیرات واحد یک سری آدم ها یا یک سری شرکت ها یا جنبش های ملی مشخص سینمایی هر کشور بوده اشاره کردیم به آدم های مختلف مثل گریفیت مثلا یا شرکت پته یا اتفاقاتی که توی آلمان به اصطلاح افتاد و جنبش سینمایی اون کشور رو تغییر داد اما میخوایم نگاه بکنیم با همدیگه ورق بزنیم تاریخ سینما رو توی مبحث سبکشناسی سینما ببینیم که سبکایی که توی سینما به وجود میان چطوری آروم آروم خودشون رو پیدا میکنن در ورق تاریخ سینما چطور افراد میان و به سینما این اعتبار رو میدن تا بتونه دست درازی بکنه به سبکای دیگه هنری که در هنرهای مختلف قبلا هم امتحان شده خوش اومدین به فیلمولوژی قراره که توی این برنامه با همدیگه صحبت بکنیم در رابطه با جنبش های سینمایی آروم آروم مباحث رو وارد بکنیم توی مبحث جنبش شناسی سینما ببینیم جنبش های مختلفی که توی سینما اتفاق افتادن ویژگی بارزشون چی هست چطور ظهور کردن و چطور افول کردن و چطور اصلا این جنبش ها به وجود اومدن اصلا ما وقتی راجع به جنبش سینمایی داریم صحبت میکنیم از چه چیزی حرف میزنیم معنی جنبش سینمایی چی هست جنبش سینمایی مجموعی از فیلمسازان هستند که در یک بازی زمانی در یک بازی زمانی مشخص چیزی رو تجربه کردن که بدیل بوده متفاوت بوده نو بوده تازه بوده خلاقانه بوده و مخالف بوده با جریانی که حاکم بوده بر سینمای جهان فکر میکنم تا الان برای همه عزیزان واضحه و ما این رو بارها اشاره کردیم و به جزئیات هم ازش عبور کردیم که چطور سینما آروم آروم میاد خودش رو به عنوان یک صنعت معرفی میکنه یک سنعت پولساز معرفی میکنه چطور پولهای بسیار زیادی میان توی جنبش سینما توی صنعت سینمایی و شروع میکنن به ساخت و به وجود آوردن امپراتوری هایی که قراره که فیلم های خودش رو زبان خودش رو کالچر خودش رو فرهنگ خودش رو پخش بکنه به سرتاسر سر دنیا و به صورت واضح هم مشخص کردیم که به حال بحث صنعت سینما و بحث پولسازی سینما تا چه حدی برای تهیه کننده ها دوچار اهمیته و چقدر برای کلیت بقای مسئله سینما دارای اهمیت است. اما تمامی این حرفهایی که زده میشه چیزی از هنر سینما کاسته نمیکنه به نظر من. جنبش های سینمایی بسیار مختلفی بسیار مهمی در تاریخ سینما اتفاق می افتن که دونه دونه با هم دیگه ازشون نام خواهیم برد با هم دیگه دونه دونه بررسیشون می ببینیم که این جنبش ها به چه شکلی بودن و چرا ظهور پیدا کردن مطمئن هستم که این برنامه ها نیاز به صحبت بسیار طولانی و بلند مدت داره نمیشه در هر برنامه مسلما از چند جنبش عبور کرد ما موظف هستیم که به صورت لزومی باید هر برنامه رو اختصاص بدیم به یک جنبش مشخصی به صورت جداگونه و این به ما کمک میکنه که بهتر با همدیگه درک بکنیم جنبش های سینمایی رو همونطور که عرض کردم خدمتتون جنبش های سینمایی به مجموعی از فیلمسازان گفته می شده که حرکت نوین و بدیلی رو در طی زمان کاری خودشون به نوعی تجربه کردن و تونستن رد پای از خودشون جا بذارن در تاریخ سینما خیلی از افراد دیگه هم که امروز هم کار میکنن هنوز علاقمند هستن به جنبش های خاص سینمایی و سعی میکنن این جنبش ها رو به نوعی پیگیری بکنن اگه بخوایم به نمونه ای از جنبش های مدرن سینما اشاره بکنیم میتونیم به جنبش دو دوگما اشاره بکنیم جنبشی که در دانمارک کلید میخوره و بعد هم به حال تاثیرات خاص خودش رو داره در سینمای جهان اما با توجه به مسئله اینکه که خب سینما یک امر صنعتی هست و قرار هست که پورسازی بکنه و در کنار اون مسئله هنر سینما سوالی وسط پیش میاد برای من که خب اگر که سینما قرار هست که پول بسازه و قرار هست که یک جریانی از مثل یک جریان آب که به سمت جلو هست رو پیگیری بکنه یا پیروی بکنه چه از, طریق، از, طرف کارگردانان چه از طرف کسانی که بازی میکردن در صنعت سینما برای اینکه بتونن بقای خودشون رو در سینما تضمین بکنن چطور جنبش های مخالف آلترناتیو یا متفاوت با جنبش های حاکم بر ساختار اصلی بدن سینمای جهان شکل میگیره آیا اصلا چطور این جنبش ها ظهور پیدا میکنن وقتی که ما در حال حاضر حتی آگاه هستیم به اینکه این, که این جنبش ها به علت متفاوت بودن برخوردشون با مسئله سینما و به خاطر متفاوت بودن نوع روایی خودشون در شکل های مختلف و حتی به لحاظ تکنیکی مسلما تعداد کمی رو به سینماها جلب میکنن افراد محدودی هستند که به این شکل از فیلم ها علاقه نشون میدن ولی این ظهور جنبش ها چطور اتفاق میفته این سوال مطرح هست و فکر میکنم که در پایان این فصل جلساتی که خواهیم داشت در رابطه با جنبش های سینمایی من فکر کنم بتونیم که به اینها به این سوال پاسخ بدیم